اینا تصور کردن مثلا این رهبر ایران همینجوری نشسته پیرمرد دوراندیشی نداره. نه خیر، جوری برنامه ریزی کرد امنیت ایران رو به امنیت همه دنیا گره زد. دست از پا خطا کنی کل اقتصاد دنیا میپاشه تو یک ساعت. ببینید یک ساعت، شما فرمانده نیروی هوافضا چشمتو میبندی، نقشه هم از قبل آماده است دیگه، تمام این 120 پایگاه رو تو این 120 کشور میزنی. غلط کردید به آمریکا پایگاه دادید. به همه هم گفته شده هر کس به آمریکا پایگاه بده بین ما با آمریکا درگیری بشه اول ما اونجا رو میزنیم. خب بعضی از این کشورها تحمل 4 تا موشک رو ندارن آخه. 2-4 تا موشک بزن تو قطر و امارات و کویت و بحرین و سعودی، همه چیزشون از بین میره. اینه که همه الان ترسیدن، بورس همه ریخته به هم، قیمت نفت داره میره بالا، طلا داره میاد پایین تو دنیا. تو هیچی نشده، ما تازه یه نفتکش گرفت، تازه یه دونه پهپاد زدیم. جوون 60-70 سال پیش تو این مملکت ذلت رو برو تو تاریخ این ملت بخون و بعد امروز ببین چه عزت خداداد و چه اقتدار جهانی داری، حاصل اون انسان‌های بزرگی که در وزارت دفاع شبانه روز نشستن این موشک‌ها رو تولید کردن، انسان‌های بی‌ادعایی که نام و نشانی ازشون نیست، با حقوق حد اقلی کارمندی 69 موشک ساختن، انواع تجهیزات رو ساختن. جوان ترکیه ای یک هفته از جشن گرفته که رفتیم از روسیه موشک خریدیم. جوان ایرانی، کارمندان و مهندسین وزارت دفاع بدون این که بیارنشون تو تلویزیون به کسی نشونشون بدن و حلوا حلواشون کنن مثل این سلبریتی ها، اینا شبان روز در 40 سال موشک هایی ساختن که حسرتشو همون روس ها میبرن، همون چینی ها میبرن، همون آمریکایی ها.